هنوز خون بیش از 1500 شهید آبان که با گلوله پاسداران بر زمین ریخت خشک نشده بود که سپاه خامنه‌ای با موشک آسمان را به خون 176 انسان بیگناه رنگین کرد و گفت خطای انسانی بود. خطای بعدی انتقال ویروس توسط هواپیمای ماهانه‌ای سپاه به ایران بود که تا امروز بیش از 40,000 خانواده را داغدار کرده است. و حالا یک خطای دیگر و کشتن نیروهای خودی در آب و باز هم داغ خانواده ها. مزدوران دروغ پرداز خامنه‌ای که ناو را ناگهان به شناور سبک تبدیل کردند در یک پنهانکاری دیگر منکر تلفات جانی شدند و اشکار را متوجه قربانیان در کنارک کردند. روزنامه اعتماد نوشت ناوچه کنارک مأمور انتقال هدف و تست موشک کروز بود، اما به دلیل نداشتن فاصله کافی از هدف مورد اصابت موشک شلیک شده از ناوچه جماران قرار گرفت. اما آه خانواده قربانیان زمانی بلند شد که آخوند شیاد به جای عذرخواهی وقیحانه گفت برای تفریح نرفتن در دریا، برای امنیت رفتن در دریا، خالصانه رفتن در صحنه و مظلومانه به شهادت رسیدن. روحانی نگفت اگر مظلوم بودن ظالم کیست و این بار کدام انگشت و اراده حیوانی ماشه را چکاند، اما آخرین نمکی که بر زخم بازماندگان پاشید جعل روایت بود. رزم در آب جایگاه دیگری در روایات ما داره. رزم در دریا و شهادت در دریا طبق روایات ما اجرش 10 برابر رزم در زمینه. مسعود رجوی توف به ریش و ریشه آخوند شیاد برجهیده از زیر قبای ولایت دجال و ضد بشر